اسرارآمیز سر از آن است که بشر را قادر به کشف و حل اسرار آن باشد. بشری که سالیان دراز را از حل راز حتی این یکی عاجز است. و یا ممکن است در پس این اسرار اسرار دیگری نهفته باشد؟ آیا تا به حال متوجه شده اید که در بسیاری از نمادها و لوگوهای کمپانی‌های بزرگ دنیا علامت‌های مخفی وجود دارد و چرا تقریباً بیشتر آنها اشاره به یک موضوع بخصوصی دارند؟ در این ویدیو با نگاهی عمیق در پی کشف این اسرار خواهیم بود. در ابتدا کارمان را با بررسی چند لوگو آغاز می‌کنیم. اجازه دهید تا یکی از محبوب‌ترین نوشیدنی‌های انرژیزای دنیا را به شما معرفی کنم. نام این نوشیدنی انرژیزا هیولا است. صحبت ما به خاطر نام این نوشیدنی نیست، هرچند که هیولا یعنی این. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. و حالا اجازه دهید تا این اعداد را به عبری بنویسیم. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. حالا 3 تا 6 کنار هم میگذاریم. لوگوی کافی شاپ زنجیره استارباکس را میبینید. این کافی شاپ به ظاهر به دنبال نمادی بود تا میراث دریایی سیاتل باشد. پری دریایی را میبینید که دمهای دوقلی خود را در دستانش نگه داشته است. و این دقیقا همان چیزی است که بنیانگذارانش به دنبال او بودند. رمز و راز اقوا کننده ای که مخلوط با یک موضوع دریایی است. گفته میشود که این پری دریایی ملوسین است، دختری که توسط جادو نیمه تنش تبدیل به پری دریایی شد. هرچند برخی هم او را الهه ایشتار میدانند. خب اجازه دهید تا این لوگو را بچرخانیم. به نظر می‌رسد که شرابسازی فرانسوی متعلق به بارانس دراچل در داخل آرم خود رازی را پنهان کرده است. خانواده راچل غالباً به عنوان سرپرستی 13 خط خونی نسل ایلومیناتی در نظر گرفته می‌شوند. رویال آرچ یا طاق سلطنتی درجه 7 برای ماسون‌های استاد است که تصمیم به پیوستن به سطح بالاتر ماسونری یعنی یورکرایت را گرفتند. در این عکس ماسون‌های رویال آرچ را می‌بینید که یک پیشبند به همراه دارند. آیا این پیشبند برای شما آشنا نیست؟ بله، درست زدید. این لوگوی جیمیل است. هرم بزرگ، هرم کوچک و این هم هرم کوچکتر. و این هم آبلیسک و این هم تعداد هرم ها. بیشک سالیان سال از دستگاه DVD برای تماشای فیلم استفاده کرده اید. اما آیا تا به حال به لوگوی آن دقت کرده اید؟ این همان لوگوی DVD است و ظاهراً هیچ مشکلی ندارد. اما اگر آن را وارونه کنید، یک چشم جهانبین که بر روی یک هرم شناور است نمایان می شود. آیا تا به حال در رستوران های زنجیره تاکو غذا خورده اید؟ جدا از طعم غذای این رستوران، ما به لوگوی آن کار داریم. شما در این لوگو چه میبینید؟ اجازه دهید تا با هم ببینیم. در لبه داخلی عدد 6 است. در لبه میانی 1 6 دیگر داریم و در لبه بیرونی 6 3 قرار دارد. حالا این 3 تا 6 را در کنار هم قرار دهید. ادوبریدر معمولا برای مشاهده چاپ و حاشیه نویسی اسناد PDF استفاده می شود. بیشک با لوگوی ادوبریدر آشنا هستید. چه چیزی در این لوگو میبینید؟ بله، 3 عدد 6.
پوستر فیلم سکوت بره ها محصول سال 1991 شخصیت اصلی فیلم، یعنی جودی فاستر را در حالی که به نظر می رسد یک پروانه دهانش را پوشانده است نشان می دهد. بر روی گردن پروانه گویی جمجمه ای قرار دارد. هنگام بررسی پروانه از نزدیک می توانیم ببینیم که جمجمه از 7 زن برهنه تشکیل شده است. در واقع این عکس در سال 1951 توسط سالوادور دالی گرفته شده است. اما آنچه که این عکس را به موضوع ما ربط می دهد عکاس این عکس است، یعنی سالوادور دالی. در تصویر لوگوی فاکس نیوز را می بینید. آیا شما چیزی پنهان در این لوگو می بینید؟ اجازه دهید تا بررسی کنیم. به نظر شما این لوگو چیزی کم ندارد؟ چرا؟ ما این پازل را کامل می کنیم. همانطور که دیدید این نمادها به هرم، چشم جهانبین و بیشتر آنها به عدد 666 اشاره دارند. اگر معنی این عدد را نمیدانید، ظاهرا عدد 666 از نظر ریاضیات اهمیت چندانی ندارد. اما گویا این عدد نماد شر و شیطان است. اما چرا؟ تنها دلیل شیطانی بودن این عدد اشاره به آن در کتاب مقدس مسیحیان است. یعنی ریشه این عدد را در انجیل، کتاب مکاشفه، جایی که به ظاهر کتاب از یه دید آخرالزمانی به 666 اشاره می کند می توان یافت. اما آیا تمام اسرار این عدد همین بود که شماره شیطان است؟ جواب این سوال را کجا می توان یافت؟ در کارتون یاپی داکس ساخته کمپانی والت دیزنی، اسکروچ به چشم پزشکی مراجعه کرده. در گوشه‌ای از مطب جدول کلمات چشم پزشکی آویزان است. اما در واقع پیامی در این جدول نهفته است. در ابتدا نوشته شده است که درباره ایلومیناتی سوال کنید. و بعد از چند لحظه به از ایلومیناتی سوال کنید تغییر می کند. خب این جدول داره به ما میگه که از ایلومیناتی سوال کنید، اما شاید بهتر باشه تا ما به جای پرسیدن سوالمان از آنها، خودمان درباره آنها تحقیق کنیم. کلمه ایلومیناتی جمع ایلومیشن یا ایلومیتوس است که به معنای روشنایی یا روشنگری می باشد. در واقع ایلومیناتی به افرادی که ادعا می کنند درک خاصی دارند و یا از دانش خاصی برخوردار هستند گفته می شود. توجه کنید، درک خاص و دانش خاص. در ابتدا باید دانست که ایلومیناتی اعضای خود مخصوصا از اروپا را از طریق لوژهای فراماسونری انتخاب می کند و اکثر نمادهای این دو یکی است. خب بیشک با نماد این افراد خاص آشنا هستید. بله، تک چشم که داخل یک مثلث یا یک هرم قرار دارد و در برخی موارد در میان یک دایره ظاهر می شود. چه معروف ترین این نماد را در یک دلاری امریکا یا پول اوکراین دیده باشی؟ به ظاهر که این نماد هیچ ربطی به روشن فکری یا روشنگری ندارد. این نماد که چشم جهانبین نام دارد از نظر برخی ها چشم شیطان است که دنیا را تحت سلطه خود قرار داده است. و یا اینکه این بدان معنا است که در روز آخر شیطان ظهور خواهد کرد و او یک چشم دارد. اما اجازه دهید کمی منطقی تر موضوع را دنبال کنیم. به عقب برمیگردیم. بیشک تا به حال این نماد را بارها در کتیبه ها و نقش دیوارهای باقی مانده از باستانیان دیده اید. بعدا شنیده اید که بارها ذکر شده که اسراری چون داستان خلقت انسان، تکامل انسان و از این قبیل در پس آنها نهفته است. البته امروز هم این نماد را در جاهایی چون بر روی عصای ایشان یا در اینجا میتوان یافت. این نماد چیزی نیست جز سنوبر. حالا به این گفته توجه کنید. آلبرت مکی چنین میگوید: ماسونری در معنای کامل آن روند باز شدن چشم است. در مغز انسان قده کوچکی به نام قده سنوبری وجود دارد که همان چشم مقدس مردم باستان و چشم سوم است. اما این قده سنوبری چیست؟
به گفته دانشمندان، توده بافتی مخروطی شکل کوچکی متشکل از سلول‌های پینال و بینابینی است که در عمق مغز انسان قرار دارد. اما نامگذاری این غده به این نام به خاطر شکل ظاهری او است که دقیقاً شبیه به صنوبر می باشد. به این غده چشم سوم هم گفته می شود و جالب اینجاست که علم با این همه امکانات و تکنولوژی کارکرد دقیق این غده را هنوز مشخص نکرده است. اما دانشمندان زیادی چون رنه دکارت معتقدند که غده صنوبری صندلی اصلی روح است. خب با این کشف علمی گفته آلبرت مکی اعتبار پیدا می کند. اما چرا این غده یا چشم سوم برای فراماسونرها دارای اهمیت است؟ نویسندگان و نقاشان معروف معاصر چشم سوم و غده صنوبری را چیزی بیش از راز گم شده فراماسونری نمی دانند. دکتر جورج واشنگتن کری در کتاب خود به نام عجایب بدن انسان چنین می نویسد. چشم جهانبین، این چشم فراماسونری است، همان چشم سوم. همانطور که دیدی چشم سوم درست در مقابل دید همگان ولی پنهان از دید بوده است. به دو دلیل مهم، اول اینکه بهترین مکان برای دور نگه داشتن چیزی از دید دیگران عمل معکوس به آن است و دوم اینکه چشم جهانبین را به اشتباه معنی کردن. یعنی تا زمانی که فکر کنید این یعنی این یا حتی این، هرگز به معنی واقعی آن پی نخواهید برد. نویسنده معروف امریکایی مارک توین در نوشته‌ای در سال 1899 چنین گفته است که چشم جهانبین نماد خدایی آسمانی یا مرد پیری بر فراز پلکان نیست، بلکه استعدادی است که هر انسانی میتواند از آن بهره‌ور شود. چشم سر تنها بیرون اشیا را میبیند و بر همان اساس قضاوت میکند، اما چشم جهانبین یا همان چشم سوم به درون نفوذ میکند و قلب و روح را میبیند. اینجا یک سوال مطرح است: آیا غده صنوبری به امن نادیده گرفته شده است تا توده مردم از قدرت آن محروم بمانند؟ به این گفته افلاطون توجه کنید. در هر فردی یک چشم روح وجود دارد که بیش از هزاران چشم فیزیکی برای دیدن حقیقت ارزش دارد. چشم روح به تنهایی برای احیا کردن هماهنگ شده است و توسط قوانین ریاضی نظم داده می شود. این گفته افلاطون مرا به یاد گفته های نیکولا تسلا انداخت. به گفته او، اگر ارزش جادویی اعداد 3، 6 و 9 را بدانید، کلید به تمام جهان را خواهید داشت. خب، به گمانم این موضوع اعداد را باید با دقت بیشتری بررسی کنیم. بیشک می دانید که بزرگترین عدد یک رقمی عدد 9 است و در واقع بزرگترین عدد عدد 9 است و دیگر اعداد از حاصل جمع و ضرب اعداد تک رقمی به وجود می آیند. در واقع عدد 9 مهمترین عدد و عدد تکامل است که در هر کجای جهان وجود دارد، اما از دید همه پنهان است. اما اجازه دهید تا عدد 9 را در جایی که خودمان زندگی می کنیم بررسی کنیم. جغرافیدانان برای مشخص کردن هر نقطه از زمین به کمک خطوط فرضی تقسیماتی را بر روی زمین در نظر گرفتند. مهمترین خط فرضی خط استوا است که به صورت دایره دور تا دور زمین به طول حدود 40,000 کیلومتر در نظر گرفته شده است و کره زمین را به دو نیم کره شمالی و جنوبی تقسیم می کند. خطوط فرضی دیگری هم وجود دارند که از قطب شمال شروع و به قطب جنوب ختم می شوند که نصف النهار نامیده می شوند.
حالا اجازه دهید تا ابزار لازم برای ترسیم اشکال هندسی که علمی قدرتمند برای کشف اسرار و شگفتی‌های طبیعت است را برداریم و خط استوار را رسم کنیم. حالا به فضای داخل آن از نقطه مرکزی نگاه کنیم. حالا شروع به پیدا کردن و محاسبه زاویه‌های داخل آن می‌کنیم. بیایید مقدار زاویه ها را در چنزلی های معمولی بررسی کنیم. برگردیم به عقب. مهمترین چیزی که تاکنون درباره فراماسون ها یا ایلومیناتی ها شنیده ای چیست؟ بله، درست گفتید. این افراد دنیا را کنترل می کنند، یا به عبارت دیگر نظم نوین جهانی. حتما می پرسید مگر استفاده از الگوی هندسی یا اعداد برای اداره جهان امکان پذیر است؟ جواب این است. به گفته نیکولا تسلا شک نکنید. این رمزگشایی ریاضیاتی است از جهان در اطراف یک دایره که به آن قانون دو برابر شدن میگویند. تمام اعداد را در اطراف دایره میبینید. خب، جهت عقربه های ساعت شروع میکنیم. یک دو برابر که شود میشود دو. دو اگر دو برابر شود میشود چهار. چهار دو برابر شود میشود هشت. و به همین ترتیب ادامه پیدا میکند. هر چقدر که دوست دارید می توانید ادامه دهید، اما مطمئن باشید که هرگز راه فرار از این دایره را پیدا نخواهید کرد. اما چه خواهد شد اگر 9 را در 9 جمع کنیم؟ و اما 3 و 6، اجازه دهید تا 3 را با 3 جمع کنیم. همانطور که دیدید 9 تنها عددی بود که ثابت ماند و دیدید که 3 و 6 مدام در حال رفت و برگشت یا تبدیل شدن به یکدیگر هستند. دقیقا شبیه میدان مغناطیسی و 9 بالاترین نقطه انرژی محسوب می شود. انرژی هرگز از بین نمی رود و تنها از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود. به همین دلیل است که جهان همیشه در حال حرکت است، اما هرگز به جایی نمی رود. بیشک به اهمیت 9 پی بردید، اما آیا فکر میکنید که اینها تنها بر روی کاغذ بود؟ پس کمی هم به 9 در زندگی واقعی نگاه کنید. منظومه شمسی ما در فاصله 26100 سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری قرار دارد. در 1 ساعت 3600 ثانیه است.
یک انسان سالم به طور معمول 12 مرتبه در هر دقیقه نفس می کشد. یعنی 17280 مرتبه در یک روز. در واقع همه چیز در این دایره هستی به همدیگر متصل هستند و تنها یک قدرت بالاتر وجود دارد. اما چگونه می توان به آن قدرت بالاتر وصل شد؟ این سوالی است که ما تلاش کردیم تا در این ویدیو به پاسخ آن برسیم. آری، توسط چشم سوم. خب حالا دلیل وجود مثلث، چشم جهانبین و دایره را در نمادها مخصوصا فراماسون‌ها و ایلومیناتی‌ها فهمیدید. و دیدید که نه تنها ربطی به عدد 666 نداشت، بلکه دقیقا متناسب با کلمه ایلومیناتی بود، یعنی درک خاص یا دانش خاص برای محاسبه دقیق این اعداد و استفاده از آنها برای پیشبرد اهداف. حالا یک سوال مهم وجود دارد. چرا آنها در برخی از نمادها به جای مثلث از هرم استفاده می کنند یا مثلث و چشم جهانبین را در بالای هرم قرار می دهند؟ مرموز بودن اهرام مصر موضوعی است که دیگر از کسی پوشیده نیست. از همراستا بودن آنها با صورت فلکی شکارچی گرفته تا عدد پی، متر مربع و مهمتر از همه عدد طلایی، یعنی ساخت این اهرام دقیقا با فرمولهای ریاضی. اما همه سوالی است که تاکنون هیچ جواب منطقی برای آنها یافت نشده است. اگر نمیدانید عدد طلایی چیست، عدد طلایی یا دنباله‌دار فیبوناچی یکی از کلیدی ترین مفاهیم در طراحی است که در همه جای طبیعت مشاهده می‌شود. در گیاهان، جانوران، بدن انسان و در واقع تمام دنیا با این عدد طلایی نظم داده شده است. اولین شماره فیبوناچی ما یک است. یک به علاوه یک می شود دو. دو به علاوه یک می شود سه. سه به علاوه دو می شود پنج. سیزده به علاوه هشت می شود 21. و این به همین روش ادامه پیدا می کند تا به عدد طلایی برسد. در هرم بزرگ نیز با تقسیم کردن نصف محیط قاعده آن برخلاف ارتفاع بین پایین ترین و بالاترین نقطه هرم نسبت طلایی به دست می آید که اولین بار توسط فیثاغورس کشف شد. تمام اینها نشان از این دارد که کسی که این هرم را ساخته است نه تنها ریاضیدان فوق‌العاده‌ای بوده، بلکه با قانون آفرینش هستی یعنی عدد طلایی آشنایی داشته است. در تصویر هرم جوزر را می‌بینید که در شمال غربی شهر منفیس قرار دارد و دیواری آن را احاطه کرده که مجتمعی را تشکیل می‌دهد. این هرم اولین و قدیمی‌ترین هرم ساخته شده می‌باشد که در سال 2670 قبل از میلاد مسیح توسط وزیر اعظم فرعون مصر به نام ایمهوتپ ساخته شده است. طبق باور امروزی ما که اهرام را مقبره میپنداریم، وزیر اعظم یا همان عزیز مصر باید این هرم را به عنوان مقبره ساخته باشد. اما حقیقت این است که این مکان یک سیلوی گندم است. در واقع سیلوی اصلی گندم در زیر هرم قرار گرفته است و غلات توسط 11 حفره که در اطراف آن هستند به داخل سیلوی اصلی ریخته میشدند. همچنین پله‌های باریکی هم وجود دارد که از طریق راهروی باریک به انتهای گودال‌ها راه دارند. ه
هنگامی که جوزر در 11 سال خدمت ایمهوتپ به طور غیر منتظره درگذشت، ایمهوتپ بود که مسئولیت دفن فرعون را بر عهده داشت. چه مکانی بهتر برای دفن جوزر در محوطه سیلی گندمی که او برای نجات مصر از قحطی ساخته بود. ایمهوتپ جوزر را دقیقاً در زیر هرم و بالای سیلوها دفن کرد و این سرآغاز دفن فرعونه مصر در اهرام بود. اما این عزیز مصر یا همان ایمهوتپ که بود؟ طبق کشفیات باقی مانده از مصریان باستان، او نجات دهنده مردم مصر از 7 سال خشکسالی بود. از او به عنوان نخستین معمار و نخستین پزشک یاد می شود. نام وی یعنی ایمهوتپ در زبان مصری به معنی کسی است که با صلح آمد. او را شاعر و فیلسوف هم دانستند. اما یک موضوع داره اهمیت است. او را نماینده خدای پتاح می دانستند. اما پتاح که بود؟ مصریان باستان پتاح را خدای خالقی می دانستند که قبل از همه چیزهای دیگر وجود داشته است و به خواست او جهان به وجود آمد. او طبیعت، جانوران و گیاهان را به وجود آورد. اشتباه نکنید، این اشخاص پتاح نیستند، بلکه هر یک نمادی از او را به همراه دارند و این یعنی آنها خدای ایمهوتپ را انسان و یا بت نمی پنداشتند. حالا به این یافته‌های باستانی دقت کنید. اکنون یک سوال مطرح است. آیا ممکن است یوسف نبی و ایمهوتپ یک شخص بوده باشند؟ پاسخ باستانشناسان و مورخان و علمای دینی بله است. شاید مهمترین دلیل این باشد که مومیایی یا مقبره ایمهوتپ هرگز پیدا نشد و ما طبق انجیل کتاب خروج آیه 13 باب 19 می دانیم که هنگامی که قوم بنی اسرائیل مصر را ترک کردند، موسی استخوان‌های یوسف را با خود برد. خب حالا به اهرام جیزه از بالا نگاه کنید. در کنار اهرام بزرگ چند هرم کوچک وجود دارد، دقیقاً شبیه هرم جوزر. و البته با دقت بیشتر میتوان فهمید که روزگاری دور این اهرام هم دیوارهایی وجود داشته است. در هرم جوزر سوراخ‌هایی وجود داشت که غلات را به سیلوی اصلی هدایت میکرد. حالا به این تصاویر نگاه کنید. و اکنون این خبر را که نشنال جیوگرافی در سال 2017 منتشر کرد بخوانید. خلأ مرموز در هرم بزرگ مصر کشف شد. اما در کنار هرم جوزر گودالی وجود داشت که توسط پله‌ها و راهروهای تنگ به سیلو می‌رسید. به نظر شما در اینجا هم پله‌هایی وجود دارد؟ بله، پله‌ها اینجاست. حالا دلیل اهمیت داشتن اهرام را برای ماسون‌ها متوجه شدید. اول اینکه توسط فرزند اسرائیل ساخته شدند. و دوم اینکه به بهترین شکل ممکن از قوانین هندسه برای ساخت اهرام استفاده شده است. و سوم میدان انرژی. اما مهمترین دلیل این است که کمی دیگر صبر کنید. اکنون با معروفترین نمادهای ماسون‌ها آشنا شدید. حتی به دلیل اهمیت داشتن حرف جی برای ماسون‌ها پی بردید. اما باید این را هم دانست که روز شب را در پی دارد و شب دوباره روز را. استنشاق باعث بازدم می شود و بازدم باعث استنشاق. سفیدی و روشنایی سیاهی و تاریکی را در پی دارد و تاریکی سپیدی را در پی. همان چرخه بی پایان هستی در همه جا. از نوسان متناوب بی پایان که در آن همه چیز برعکس خود را به وجود می آورد و دوباره در حال تکرار شدن است و این یعنی هر آنچه را که در این چرخه بیاندازی دوباره به سویت باز می گردد، مگر اینکه به ماهیت آفرینش هستی پی ببرید تا از این چرخه خارج شوید.
و این تنها توسط روح انجام میگیرد. چشم روح تو، انرژی. اما همانطور که دیدید، در بسیاری از نمادها اسراری مخفی وجود داشت که بیشتر آنها به عدد 666 اشاره داشت و دیدیم که این عدد شماره شیطان بود. اما آیا تا به حال به ماهیت او فکر کرده اید که چگونه در همه جا وجود دارد؟ همانطور که بارها دیدید، شیطان را به این شکل نشان دادیم چون در واقع او را به این شکل معرفی کرده اند. اما چرا؟ در ابتدا باید این را دانست که نام دیگر شیطان لوسیفر است، چون بارها در انجیل او را با این نام هم خطاب کرده اند. علت نشان دادن او به این شکل تنها به خاطر توصیفی است که از او در انجیل آمده است. در آخرین برگ‌های کتاب انجیل در مکاشفه باب 13 بخش 11 از جانوری می‌گوید که در هنگام آخر زمان به اوج خود خواهد رسید. در کتاب آمده است که این جانور دو شاخ دارد مانند شاخهای بره. تصویر اولین بار با نام بافومت یا خدای شاخدار در سال 1856 توسط الیفاس لویی ترسیم شد و سپس در ویکا که یک آیین جادوگری و مدرن شده پاگان است به کار گرفته شد. دورین والینته می نویسد که خدای شاخدار روح مردگان را به دنیای زیرین حمل می کند. در ادامه آمده است که او بزرگ و کوچک، فقیر و غنی، بره و آزاد را وادار کرد تا علامت مخصوص را بر روی دست راست یا پیشانی خود بگذارند و هیچ کس نتوانست شغلی به دست آورد تا چیزی بخرد مگر اینکه علامت مخصوص این جانور یعنی اسم یا عدد او را بر خود داشته باشد. و در ادامه او را اینگونه معرفی می کند: این خواستار خرد است. بگذارید کسی که خرد دارد عدد جانوران را محاسبه کند، زیرا این عدد یک مرد است و عدد او 666 است. خب شما چه فکر می کنید؟ آیا منظور چیزی شبیه این هاست؟ اجازه دهید تا با هم بررسی کنیم. در بیشتر کشورهای جهان، تقریبا در تمام کشورها، خرید و فروش با کارت بانکی انجام می‌گیرد و حتی در کشورهایی چون سوئد امکان خرید بدون کارت بانکی امکان پذیر نیست، مگر در شرایط خاص، و این سیستم به زودی در تمام دنیا اجرا خواهد شد. خب آیا می‌دانید که داخل این چیپ که بر روی کارت خود هم می‌کنید چه چیزی است؟ این اعداد برای هر فرد یا کالا متفاوت است، اما این سه عدد همیشه ثابت خواهند ماند. گفتیم کالا، آیا می دانید منظور چیست؟ به این تصاویر نگاه کنید. هنوز یک مشکل وجود دارد. شاید شما با دست چپتان کارت را بکشید. پس این خبر را که ایندیپندنت در 19 جولای 2018 منتشر کرد را ببینید. چرا به زودی با انگشت و صورت خود تمام هزینه ها را پرداخت خواهید کرد؟
مسترکارد در اوایل ماه جاری فاش کرد که در حال مذاکره با بانک‌های انگلستان برای استفاده از یک کارت پرداخت بیومتریک است که شامل یک سنسور اثر انگشت میباشد. برای انجام پرداخت دارنده کارت باید انگشت خود را بر روی حسگر قرار دهد که در این صورت اجازه معامله را خواهد داشت. خب توافق‌ها انجام شد، دوران آزمایش به پایان رسید و این رستوران در کشور دانمارک اولین مکانی است که از این سیستم استفاده می‌کند. تنها با گذاشتن انگشت دست راست خود صورت حساب پرداخت می‌شود. ظاهراً ما چهره او را داریم، عدد او را هم که داریم. پس آیا ما او را شناسایی کرده ایم؟ نه، زیرا دانستن حقیقت خواستار خرد است. اجازه بدهید تا این قسمت از انجیل را دوباره بخوانیم. این خواستار خرد است. بگذارید کسی که خرد دارد عدد جانوران را محاسبه کند، زیرا این عدد یک مرد است و عدد او 666 است. بسیاری از مورخان معتقدند که عدد 666 در انجیل مستقیما به بدترین امپراتور روم باستان یعنی نیرو سزار اشاره می کند، زیرا او کابوسی برای مسیحیان بود. و البته عدد اسم او دقیقاً 666 می شود. اما اجازه دهید تا ما خودمان این را بررسی کنیم. آنچه ما انسان‌ها آن را زندگی می نامیم مبتنی بر زنجیره اتم‌های کربن است. بدون کربن زندگی بر روی کره زمین غیر ممکن خواهد بود. همه اینها ایجاد تکنولوژی هندسی جهان ما مبتنی بر کربن 12 است. پس بگذارید تا یک به یک اسرار کربن 12 را باز کنیم. البته همه ما می‌دانیم که کربن 12 پس از هیدروژن، هلیوم و اکسیژن که گازها هستند، فراوان‌ترین عنصر جهان است. اما آماده شنیدن حقیقتی دردناک باشید. کربن 12 که عنصر ساختار اساسی طبیعت و بدن ما انسان ها است، 99% از کلیه اشکال شناخته شده کربن را تشکیل می دهد. و یک ایزوتوپ کربن است که از 6 نوترون، 6 پروتون و 6 الکترون تشکیل شده است. حالا باید بدانید که این فرمول مخفی خلقت است که با عدد 666 رمزگذاری شده است. حتما می دانید که اولین انجیل نوشته شده به زبان یونانی است. حتی امروزه هم دورای یادگیری انجیل با نام آلفا، بتا و اومگا است. حالا شو که خواهید شد اگر بدانید که در یونانی لوسیفر کلمه دیگری برای فسفر است. هنگامی که فسفر با عناصر کربن 12 یا همان 666 ترکیب می شود، دی ان ای ما را تشکیل می دهد. و ترکیب کربن 12، اکسیژن، نیتروژن و فسفر تشکیل دهنده RNA که کد ژنتیکی شیمیایی حامل زندگی است و همچنین ATP که مهمترین انتقال دهنده انرژی سلول‌های زنده است می باشند. در واقع فسفر یا همان لوسیفر اساس DNA ما را تشکیل می دهد. همانطور که می‌بینید بدن فیزیکی انسان خلقت یک هستی است که تمام خلقت خود را بر اساس کد 666 پایه‌گذاری کرده است. دوباره به این قسمت از انجیل برمی‌گردیم. دو شاخ داشت مانند بره. حالا به این توجه کنید. عیسی مسیح بارها در انجیل خود و پیروانش را بره خداوند خطاب می کند و حتی در مزمور 23 خدا را به عنوان چوپانی نشان می دهد که گله او انسان است. در متون اولیه مسیحی که در کتابخانه شهر نکهمدی مصر نگهداری می شود، مسیح این چنین می گوید: و وارد زندان آنها شدم که زندان بدن است، و گفتم کسی که می شنود بگذار که از خواب عمیق بلند شود. Why did you let him kill me?
اجازه دهید تا دوباره به کتاب مقدس برگردیم، زیرا این شماره یک مرد است. حالا در پیدایش در داستان آفرینش می‌خوانیم که و خدا مرد را آفرید. خب حالا او را شناختیم. شیطان برای عملی کردن خواسته هایش نیاز به جسم دارد و جسم او توی هستی که خود را در این مربع ماتریکس اسیر کرده ای. و داوینچی این مربع ماتریکس را در مرد ویتروویوسی به ما نشان میدهد. حالا به این دایره نگاه کنید. نقطه مرکز آن کجاست؟ بله، نقطه 0.0 یا همان مرکز این دایره ناف او است. اما اگر به مربع نگاه کنید میبینید که مرکز مربع آلت تناسلی آن انسان است و بدین ترتیب بدن انسان را نه یک بلکه دو مرکز تشکیل میدهد، مرکزی که اشاره به دو بعد متفاوت دارد. یا به عبارت ساده تر، یک شخص میتواند شیطان باشد و در این اسارت همان جسم فیزیکی باقی بماند، و یا به قانون عالم هستی و به اصل خود پی ببرد و خود را از این ماتریکس رهایی بخشد. شاید شاهکار دیواری شام آخر اثر لئوناردو داوینچی یکی از مرموزترین نقاشی‌های شناخته شده باشد. داوینچی که به قانون آفرینش هستی پی برده بود این موضوع را در نقاشی خود گنجانده است. او برای کشیدن نقش عیسی مسیح به عنوان والاترین و بهترین شخص فردی را انتخاب می کند که نمادی نیکی بود. چند سال بعد او برای کشیدن نقش یوحنا اسخریوتی به عنوان بدترین و شیطان صفتترین فرد، کسی که عیسی مسیح را به 30 سکه فروخت، دوباره از همان شخص که انسانی بدکار شده بود استفاده می کند. حالا به آخرین خطهای انجیل توجه کنید. من ستاره درخشنده صبح می باشم. در تصویر نماد ستاره درخشنده صبح را می بینید که همان ستاره پنج پری است که ریشه آن به باستانیان می رسد. اما در سال 1899 گوایتا این ستاره را چرخان و در کتاب خود به نام کلید جادوی سیاه چاپ کرد و به مراتب این ستاره وارد آیین ویکا شد. حالا یک سوال مطرح است. آیا به آخر زمان نزدیک هستیم؟ چون تقریبا به جز رود بزرگ که هنوز خوش نشده است، تمام پیشگویی‌های دیگر انجیل به وقوع پیوسته است. حتی این یکی. پاسخ را باید در فراماسون ها جستجو کرد. اجازه دهید سری به وبسایت رسمی ناشر فراماسون ها بزنید. اسرار میتراس برای تمام ماسون های استاد که عضو خوب و شناخته شده گرند لوژ انگلیس می باشند باز است. این جمله حاوی مطلب مهمی است. اسرار میتراس. به گمانم باید تاریخ را از پیدایش اسرار میتراس بررسی کنیم. در 11,000 سال پیش، زمانی که سرما تقریبا همه جا را فرا گرفته بود و زندگی تقریبا رو به پایان می رفت، از دل سیاهی شبی سرد در هنگام سقوط سنگی از آسمان و برخورد با سنگی درون یک غار، شخصی پا به این دنیا می گذارد. او که میترا نام دارد با به پایان رساندن وظیفه بزرگ خیش در سپید دم اولین روز زمستان، سوار بر عرابه‌ای با چهار اسب که نشانه چهار عنصر اصلی هستند به سوی خورشید عروج می‌کند. که از این پس نور خورشید دوباره به زمین میتابد و این پایان عصر یخبندان است. اما او قبل از رفتن به پیروانش وعده می دهد که منتظر بازگشت او باشند. او از خود آیینی به جای می گذارد که در ایران آن را آیین مهرپرستی می نامند و جهانیان آن را اسرار میترا یا میترائیسم می نامند.
اما یک مسئله بسیار حائز اهمیت است و آن این است که هیچ کس نمیتوانست عضوی از آنها یا همان اسرار میتراس شود مگر با گذراندن چندین آزمایش تا خود را مقدس و ثابت قدم نشان دهد. 7 درجه برای میترائیسم شدن وجود داشت که هر یک نمادهای مخصوص خود را داشته و به یک سیاره وصل میشده است. و در نهایت کسانی که به درجه پدر مقدس و یا اسرار میتراس دست پیدا می کردند را پسران میترا می نامیدند. اما دشمنان انسان همواره در تلاش برای از بین بردن پسران میترا و آیین مهرپرستی بودند. لین پیکنت و کلایف پرینس، دو همکار محقق و مدرس تاریخ و مذهب، بخشی از زندگی خود را در راه تحقیق در مورد رابطه بین عیسی مسیح، یحیای تعمید دهنده و مریم مجدلیه صرف کردند. نتیجه این تحقیقات در کتابی به نام نگهبانان مخفی هویت واقعی مسیح منتشر شد. این کتاب بیان می‌دارد که مسیح ادامه دهنده آیین یحیای تعمید دهنده بوده است. و همچنین اذعان می‌دارد که مریم مجدلیه فرزند مسیح را باردار بوده که داوینچی این مهم را می‌دانسته و در نقاشی شام آخر آورده است که همان جام مقدس می‌باشد. هرچند براون بعدها در کتاب خود به نام کد داوینچی هم به این موضوع پرداخته است. آنها همچنین هنگام تحقیق درباره زندگی و آثار لئوناردو داوینچی، ردپای او را در کفن تورین می‌یابند، یافته‌ای که به آنها کمک می‌کند تا بفهمند این چهره کیست. اما اجازه دهید خودمان طبق اسناد تاریخی این موضوع را بررسی کنیم. مریم مقدس به همراه یوسف در راه بیت لحم بودند که به ناچار در طویله ای مستقر شدند. و در همانجا بود که عیسی مسیح به دنیا آمد. هیچ کس از مکان آنها و تولد عیسی مسیح با خبر نبود. اما 3 نفر که به 3 مغ یا 3 پادشاه فرزانه معروفند بر بالین عیسی مسیح حاضر شدند. اما آیا می دانید آن 3 نفر که بودند؟ گفته می شود که آنها 3 زرتشتی ایرانی بودند که از روی ستاره محل تولد عیسی مسیح را پیدا کردند. تا اینجا همه چیز درست است، اما یک نکته جا افتاده است. آن 3 نفر پسران میترا بودند. سال بعد عیسی مسیح مصلوب می شود. اما مریم مجدلیه پس از رستاخیز و عروج عیسی مسیح به آسمان از اورشلیم فرار می کند. نه مریم مقدس و نه یاران نزدیک عیسی مسیح، بلکه مریم مجدلیه، خواهرش مارتا، برادرش لازاروس و ماکسیمین که یکی از 72 شاگرد عیسی مسیح بود و حدود 70 نفر دیگر توسط قایق‌هایی از اورشلیم گریختند. اما در آن قایق 1 نفر دیگر هم بود که دیده نمی‌شد. آنها خود را به دست سرنوشت سپردند و آب آنها را به شهری که امروزه آن را سنت مقی دولامه یا به عبارت دیگر مریم مقدس دریا می نامند برد. سپس به یک غار در نزدیکی کوههای سنت باومه در جنوب فرانسه پناه بردند. و باید این را بدانید که در این غار کوهستانی اکنون یک صومعه پنهان به نام پناهگاه مریم مجدلیه وجود دارد. و در سال 1279 بود که این مکان مقبره مریم مجدلیه اعلام شد. راهبان دومینیکین از سال 1295 نگهبانی از این صومعه پنهان را به عهده گرفتند. ماکسیمینوس که یکی از شاگردان نزدیک عیسی مسیح بود بشارت مسیحیت را در شهری که در فاصله 40 کیلومتری غار قرار داشت به همراه مریم مجدلیه آغاز کرد و دیگر همراهان آنها محافظت از مریم مجدلیه را به عهده گرفتند. در سال 1244 میلادی در جنوب فرانسه قتل عامی رخ داد که در طی آن افراد 1 دهکده به طور کامل کشته شدند. این نبرد توسط کلیسا با 1 لشکر 40,000 نفری و به فرمان پاپ بر علیه کاتارها آغاز شد که سرچشمه آن به تاریخ 1209 برمی گردد. اما کاتارها که بودند؟
آنان مسیحیانی بودند که عقیده داشتند کلیسای رسمی از زمان پاپ سیلوستر اول در 900 سال پیش از مأموریت اصلی خود منحرف شده است. آنها خواستار عمل به پیام مسیح یعنی بی‌توجهی به دنیای فانی بودند که همواره با رد کردن جسم انسان بود. اعتقاد آنها به شر ذاتی دنیای جسمی بود. اما این لشکرکشی ها یک دلیل مهمتری هم داشت، چون کاتارها از رازی مهم با خبر بودند. بهتر است که بدانی 900 سال پیش یعنی قرن 4 میلادی، یعنی زمانی که کنستانتین بزرگ امپراتور روم باستان بود و کنستانتین کسی بود که میترائیسم را که تا آن زمان آیین رسمی روم باستان و بیشتر نقاط دنیا بود را منع و مسیحیت را آیین رسمی امپراتوری روم باستان اعلام کرد. این یک واقعیت تاریخی است و البته خیلی‌ها بر این عقیده هستند که این کار در راستای همان راز تاریخی انجام شد. اما آن راز تاریخی چیست؟ ابتدا باید بدانید که در این نبرد کسانی دیگر هم شرکت داشتند، کسانی که سالها بعد وجود خود را رسماً اعلام کردند. در سال 1956 یک سازمان برادری توسط پیر پلانتارد وجود خود را رسما اعلام کرد که دیر سهیون نام گرفت. اما این سازمان اعلام کرد که از سال 1099 به صورت یک سازمان مخفی در کوه سهیون در سرزمین اورشلیم توسط یک گروه رهبانی تاریخی به نام صومعه بانوی کوه سهیون تأسیس شده است، که وظیفه آنها حفاظت از جام مقدس یا همان راز تاریخی کاتارها بود. اگر نمیدانید جام مقدس چیست، جام مقدس به جامی میگویند که عیسی مسیح در شب قبل از مصلوب شدنش با 12 یار نزدیکش شام خورد و از آن جام نوشید که به شام آخر معروف است. اعتقاد بر این است که پس از مصلوب شدن این جام را از خون عیسی مسیح پر کردند. اما کسانی که محافظت از این راز تاریخی را به عهده داشتند، این جام را طور دیگری توصیف می‌کنند. همانطور که در ابتدا گفتیم، یک نفر دیگر در آن قایق بود که دیده نمی‌شد، چون در شکم مریم مجدلیه بود. بله، مریم مجدلیه باردار بود. محافظان آن جام می‌گویند که مریم مجدلیه همان جام مقدسی است که خون عیسی مسیح در آن قرار داشت. حالا شاید دلیل فراری دادن مریم مجدلیه از اورشلیم را فهمیده باشید. در این حال به گفته دیر سهیون، در داخل و در اطراف کلیسای مریم مجدلیه، یعنی همان منطقه که مریم مجدلیه بعد از فرار از اورشلیم وارد آنجا شد، به صورت غیر قابل انکار این اسرار به صورت نمادین به تصویر کشیده شدند که این احتمال تاریخی را تایید می‌کنند. خب، گفتیم که دیر سهیون توسط یک گروه رهبانی تاریخی تشکیل شده است. اما آیا می‌دانید آنها که بودند؟ آنها نسل همان کسانی بودند که در هنگام تولد عیسی مسیح بر بالین او حضور یافتند و آنها دوباره همان کسانی بودند که مریم مجدلیه را از اورشلیم فراری دادند و سپس وظیفه محافظت از او را به عهده گرفتند. آنان پسران میتراس بودند که بعداً به دیر سهیون شهرت یافتند. در متون قدیمی آمده است که آموزه‌های میترائیسم آموزه‌ای از علوم خاص در زمین ستاره شناسی و آسمان ها بوده است که توانایی خاصی به پیروان خود می‌داده.
و عیسی مسیح در این باره این گونه میگوید: من از شگفتی‌هایی که ظاهراً قوانین جسمی و طبیعی را نقض می‌کند می‌دانم که فقط برای ارسال پیام به بشریت ساخته شده است. و اعضای دیر صهیون این گونه می‌گویند که عیسی مسیح می‌خواست اثبات کند که هر کس می‌توانست آن شگفتی‌ها را انجام دهد. ما آن را به کلی سه مؤلفه می‌دانیم: آگاهی، ذهن و روح، که از طریق هماهنگی و تکامل آنها انسان می‌تواند به سمت خدا صعود کند. دوباره دقت کنید که از طریق هماهنگی و تکامل. آیا این جمله چیزی را به یاد شما نمی‌آورد؟ اما همانطور که در ابتدا گفتیم، انسانهایی که خود را دشمن انسان می دانستند، یا به عبارت دیگر کسانی که برده 666 یا همان شیطان درون بودند، همواره در تلاش برای از بین بردن این آیین باستانی بودند. از این گروه که میسن یا معمار نام داشتند، این کار را توسط علمی که داشتند انجام می دادند، یعنی شستشوی مغزی آنها. اما در بین این افراد عده‌ای به کمک تعالیم پسران میترا یا همان دیر صهیون دوباره به راه قبلی خود برمیگشتند که به آنها معمار آزاد یا همان فریمیسن میگفتند. پس فریمیسن ها همان تعالیم و آداب و رسوم پسران میترا یا همان دیر صهیون را در پیش می گرفتند، یعنی آیین میترائیسم. در بیشتر محرابه ها یا همان معابد میترا، مجسمه یا نقش برجسته از تصاویری که می بینید کشف شده است. یکی از آنها یک شیر را به تصویر کشیده که بر روی یک کره ایستاده است و یک مار به دور آن پیچیده و دو کلید در دست دارد. همانطور که قبل‌تر گفتیم، میترائیسم 7 مرحله داشت که هر یک به عنوان دروازه‌ای به یکی از سیارات بود. اما در قسمت بالای آن یک دروازه 8 هم وجود دارد. به گفته محققان، این شیر ارتباط نزدیکی با دروازه 8 دارد و دو کلیدی که او در اختیار دارد نقش وی به عنوان یک نگهبان مرزی را نشان می‌دهد. پس دو نما در آیین مهرپرستی یا همان میترائیسم حائز اهمیت است: یک خورشید و دو شیر. حالا به مجسمه، نقش برجسته و نقاشی‌های شیر در ایران باستان و جهان نگاه کنید. این شخص استاد اعظم دیر صهیون است. در این تصویر چه چیزی نظر شما را به خود جلب می کند؟ به این نکته که در وبسایت رسمی دیر صهیون آمده است توجه کنید. مسیر شروع ما به جستجوی جام مقدس است و ما این کار را با استفاده از دانش انجام می دهیم که نتیجه یک سنت حتی قدیمی تر از عیسی است که برای ما هنوز هم مرجع سنت ماست. حافظان آن جام میگویند که مریم مجدلیه همان جام مقدسی است که آموزه‌های میترائیسم آموزه ای از علوم خاص در زمین ستاره شناسی و آسمان ها بوده است. من از شگفتی‌هایی که ظاهراً قوانین جسمی و طبیعی را نقض می‌کند می‌دانم، چون کاتارها از رازی مهم باخبر بودند. ما به جستجوی جام مقدس است طریق هماهنگی و تکامل که فقط برای ارسال پیام به بشریت ساخته شده است، که توانایی خاصی به پیروان خود می‌داده. عیسی مسیح می‌خواست اثبات کند که هر کس می‌توانست آن شگفتی‌ها را انجام دهد. مسیر شروع ما به جستجوی جام مقدس است.
مسیر شروع ما به جستجوی جام مقدس است و ما این کار را با استفاده از دانش انجام می دهیم که نتیجه یک سنت حتی قدیمی تر از عیسی است که برای ما هنوز هم مرجع سنت ماست. حالا نگاهی هم به سایت رسمی ناشر فراماسون ها بیاندازیم. اگر دقت کنید میبینید که یک پیام آشکار در این متن نهفته است. هر کس میتواند عضو فراماسونری شود، اما تنها کسانی میتوانند یک میترائیسم باشند و به اسرار میترا دست یابند که در لوژ فراماسونری به درجه استادی رسیده باشند. و این همان درجه هفتم است که در میترائیسم یک فرد عضو پسران میترا میشد. اکنون سوالی مطرح است، چرا پسران میتراس که طبق آیین کهنشان ستاره شناسان ماهری بودند باید در هنگام تولد عیسی مسیح بر بالین او حضور یابند؟ چرا آنها باید مریم مجدلیه را از اورشلیم فراری دهند و چرا دوباره حفاظت از او را عهده‌دار شوند؟ قطعا این حضورها به راز جام مقدس گره خورده است. بیشک تاکنون شنیده اید که نبوغ بالای داوینچی را به ارتباط داشتن او با شیاطین و حتی فرازمینی ها ربط دادند. اما واقعیت چیز دیگری است، چون او نه تنها با قانون آفرینش هستی آشنا بوده بلکه اسرار میتراس را به خوبی میدانسته است، چون او یکی از پسران میتراس و گراند مستر دیر سهیون بوده است. همانطور که گفتیم دیر سهیون تا سال 1956 مخفیانه فعالیت میکرد. به همین دلیل داوینچی که یکی از گراند مسترهای دیر سهیون بود بزرگترین راز تاریخ را، یعنی راز جام مقدس را در نقاشی های خود گنجانده است. برای نتیجه گیری هنوز زود است. بقیده محققان داوینچی به سنت جان یا همان یحیای تعمید دهنده علاقه وافری داشته است، به طوری که گویا او را والاتر از مسیح می شمرده. و البته این را به راحتی از نقاشی های متعددی که داوینچی از او کشیده است می توان یافت. برای مثال نام این نقاشی The Virgin of the Rocks، یعنی باکره صخره ها یا همان بانوی صخره ها است. در این تصویر دو کودک، مریم مقدس و فرشته‌ای به نام اوریل، کسی که یحیای نوزاد را به مصر هم کرد می‌بینید. مریم مقدس در حالی که حاله‌ای از نور دور سرش است، دستش را بر پشت کودک خود یعنی عیسی خردسال گذاشته است و اوریل هم دستش را بر پشت سنت جان گذاشته است. اما در این تصویر یک موضوع کاملا برعکس بیان شده است، یعنی همانطور که میبینید عیسی خردسال در حال تعظیم کردن به سنت جان است و جان در حال برکت دادن عیسی خردسال است. داوینچی برای اطمینان خاطر از اینکه جای این دو کودک اشتباه گرفته نشود، در یک نقاشی دیگر اوری را در حال نشان دادن عیسی خردسال کشیده است. البته موضوعات مهم دیگری هم در این نقاشی همچون این صخره ها، دست مریم مقدس که غیر طبیعی در اینجاست، رود نیل که طغیان کرده، یا اینکه چرا این مکان محلی در مصر است هم وجود دارد. اجازه دهید تا به یکی از معروفترین نقاشی های داوینچی که در موزه لوور نگهداری می شود نگاهی بیاندازیم. نام این نقاشی سن جان د باپتیست یا همان یحیای تعمید دهنده است. در این نقاشی چه چیزی میبینید؟ بله، سنت جان با ژست معروف خود در آثار داوینچی، یعنی انگشت اشاره به سمت بالا. او لباسی از پوست پلنگ بر تن دارد و به شما خیره شده است و با دست دیگر خود صلیبی را نگه داشته است و دو انگشت خود را به داخل سینه خود فشار داده است. خب آیا چیز دیگری در این نقاشی میبینید؟ اگر با دقت بیشتری نگاه کنید متوجه خواهید شد که چشم راست او به شما نگاه میکند، اما چشم دیگری به سمت چپ خیره شده است، گویی که او چیزی را میبیند که از دید ما پنهان است. پس اجازه دهید تا با دقت بیشتری سمت چپ نقاشی را نگاه کنید. بله، گویا در پس زمینه چیزهایی دیده میشود.
بیشک میدانید که داوینچی استاد نوشتن به صورت آینه ای بود. یعنی تا آینه جلوی دست نوشته های داوینچی نگیرید نمیتوانید نوشته هایش را بخوانید. پس اجازه دهید تا همین کار را با نقاشی او هم انجام دهیم، شاید چیزی به دست آوریم. در این حالت تصویر آینه ای نقاشی را در کنارش قرار میدهیم. همینطور که میبینید موجودی شبیه به آنچه ما آدم فضایی مینامیم دیده میشود. اما گفته میشود که برای اولین بار تصویر شبیه این توسط آلستر کرولی پس از 3 روز ماندن در داخل هرم بزرگ جیزه کشیده شده است. اما میبینیم که صحت ندارد، چون داوینچی سالها قبل از او این نقاشی را کشیده است. اما چرا داوینچی همچین موجودی را در نقاشی خود جای داده است؟ اجازه دهید تا این تابلو را دوباره و با دقت بالاتری بررسی کنیم و توجه داشته باشید که نمادشناسی عصر رنسانس مهمترین ابزار ما در این ویدیو است. همانطوری که میبینید جان لباسی از پوست پلنگ برتن دارد که در مسیحیت کاتولیک پلنگ نماد مخالفت است. حتی برای نشان دادن ضد مسیح هم از نماد پلنگ استفاده میشود. او با دست چپ صلیبی را نگه داشته است و 2 تا از انگشتان خود را به سینه خود فشار داده است و این به معنای تأکید بر چیزی است که متعلق به او یا مربوط به او است و میبینیم که با انگشت دست راست به بالا اشاره میکند، به طوری که کف دستش دقیقاً به سمت خودش است که کف دست او به نشانه آینه گرفتن به طرف خودش است. اشاره انگشت به بالا در عصر رنسانس 2 معنا دارد: اول چند لحظه صبر کردن و عجله نکردن، و 2 پافشاری بر 1 دارد، نه بیشتر. عقیده محققان که شاید پیکنتو پرینس از معروفترین آنها باشند، سین جان از بیننده میخواهد که عجله نکند و سرنخ را از او دنبال کند. سین جان یا همان یحیای تعمید دهنده کسی بود که پس از 1 دوره زندگی در غار و بیابان در حاشیه رود اردن به تعمید دادن مردم پرداخت، که در این بین یکی از کسانی که توسط وی تعمیدید شخص خود عیسی مسیح بود. اما این تعمید چه بود؟ پاپ بنتیک 16 در این خصوص اینطور میگوید که تعمید دادی که جان باپتیست به آن میپرداخت از مذهبی متفاوت بود. آنچه که مشخص است تمام آن منطقه تحت فرمان روایی امپراتوری روم باستان بوده است و پیلاتس که یک فرمانده رومی بود از طرف امپراتور روم تیبریوس فرمانده یهودا شده بود. پس مشخص است که این تعمید از آیین مهرپرستی یا همان میترائیسم آمده است که در آن زمان آیین رسمی امپراتوری روم باستان بود. و این را میدانیم که در آیین مهرپرستی وقتی کسی میخواست به سلک مهربان درآید، ابتدا باید با لباس سفید غسل تعمید میدید. خب دیدیم که جیان مدت طولانی را در غار گذرانده بود. پس به این یافته باستانی توجه کنید. در سال 1999 باستانشناسان غار باستانی سوبا را که محل زندگی یحیای تعمید دهنده بود در نزدیکی منطقه به نام اینکارم کشف کردند. باستانشناسان با استناد به کشفیات داخل غار اعلام کردند که یحیای تعمید دهنده در داخل این غار به تعمید دادن مردم می پرداخته است. حالا باید این را بدانید که تمامی معابد میترا که در آن مراسم این آیین برگزار می شده در غار و یا در زیر زمین ساخته می شدند، که این یکی از مهمترین قسمت ها از اسرار میتراست. حالا با دقت به این تابلو نگاه کنید. همانطور که میبینید پس زمینه کاملا تاریک است و قسمتی که ما آن آدم فضایی را پیدا کردیم وجود ندارد. چرا؟ چون تابلوی اصلی داوینچی این است که در تصویر میبینید. یعنی قسمتی که ما آن آدم فضایی را پیدا کردیم از زمانی در این تابلو پدیدار شد که این تابلو را برای تمیزکاری به دست تعمیر سپردند. اما یک سوال وجود دارد. آیا این نقش به صورت اتفاقی به وجود آمده؟ چون واقعا گمراه کننده بود. خب
حالا اگر خوب دقت کنید میبینید که چشم چپ او به سمت صلیب و انگشتش است، نه سمت چپ تابلو. حالا توجه شما را به نقاشی دیگری که داوینچی با همین نام، یعنی سنت جان باپتیست کشیده است، جلب میکنم. همانطور که میبینید در این نقاشی صلیبی وجود ندارد. به نظر شما یک هنرمند چرا باید دو مرتبه از یک نقاشی، آن هم با تفاوت اندکی، بکشد؟ بیاد داشته باشید که داوینچی ستا از نقاشی‌های خود را تا آخرین لحظه زندگی از خودش جدا نکرد. جان باپتیست یکی از آنها بود، اما مونالیزا یکی دیگر از این نقاشی است. درست است که نقاشی مونالیزا پر از رمز و راز است، اما اکنون این پل برای ما دارای اهمیت است. این پل پونته بریانو نام دارد که در سال 1277 در توسکانی ایتالیا ساخته شد. داوینچی در زیر این پل به وضوح نوشته است 72، پس حتما عدد 72 دارای اهمیت ویژه‌ای است. حالا اجازه دهید تا عدد 72 در زیر این پل را بررسی کنیم. ابتدا باید بدانید که از عدد 72 به عنوان شماره استاد یاد می شود، چرا که در هر کجای این جهان هستی نقشی ایفا می کند، از ادیان مختلف گرفته تا کهکشان ها. اما در بین تمام اینها یک موضوع است که بسیار حائز اهمیت است. محور زمین هر 72 سال یک درجه در مقایسه با ستارگان و طاق بهشت حرکت می کند که به آن سال بزرگ جهان می گویند. کشفیات مهم از اقوام باستانی چون مایه‌ها، آزتک‌ها، یونانی‌ها و غیره نشان می‌دهد که زندگی انسان در چهار دوره مختلف از بین رفته است که این با گذر از دوران جهانی به دوره دیگر درک شده است که آن را پایان جهان نامیدند. جهان اول توسط یک برخورد بزرگ با جسمی آسمانی نابود می‌شود. جهان دوم توسط رویدادی که تمام خصوصیات تغییر محور قطبی زمین را داشته باشد نابود می شود که به دنبال آن عصر یخبندان رخ می دهد. جهان سوم با باران آتش از آسمان به خاک سر فرو رفت و عده‌ای با پناه بردن به زیر زمین دوباره خود را نجات دادند. و جهان چهارم با شروع یک سیل عظیم که انسان‌های با علم با ساخت کشتی‌هایی زنده ماندند. حتما می‌پرسید که این چه ربطی به موضوع ما داشت؟ ربطش در اینجاست که حرکت اعتدال‌ها یا همان صورت فلکی با سرعت 50 ثانیه قوس در هر سال است که بدین ترتیب 72 سال طول می‌کشد که اعتدال‌ها در برابر ستارگان ثابت یک درجه کامل یا به عبارت دیگر دو برابر قطر ماه کامل حرکت کنند. و به این ترتیب تغییر یک مدار کامل زودیاک 25920 سال طول می کشد و این یعنی هر 25920 سال جهان تغییر می کند، تغییری که انسانهای روی زمین را نابود می کند. آیا داوینچی پایان این جهان را با سیلی دیگر پیش بینی کرده است؟ به نظر شما نقاشی بعدی ما کدام یک از نقاشی های داوینچی خواهد بود؟ طبیعتاً بعد از آخر زمان که داوینچی در این نقاشی به ما نشان داده به یک نجات دهنده نیاز است. بله، نقاشی منجی جهان. و این نقاشی یکی دیگر از نقاشی است که داوینچی تا لحظه مرگ خود همراه خود نگه داشت. این نقاشی سالواتور موندی نام دارد که به معنای نجات دهنده یا همان منجی جهان است. در این نقاشی به ظاهر عیسی مسیح به تصویر کشیده شده است که یک گوی بلورین که نمادی از جهان است را در دست دارد. به گفته دانشمندان این نقاشی یک ایراد بزرگ داشت که ذهن دانشمندان را برای سالیان طولانی مشغول خود کرده بود. چرا این گوی شیشه‌ای شکست و بازتاب نور را آنطور که طبق قوانین فیزیک انتظار می‌رود نشان نمی‌دهد؟ حال آنکه از داوینچی نابغه بعید بود که این اصل مهم را درک نکرده باشد. واقعیت این است که دانشمندان پس از سالها تحقیق به آن رسیدند که لئوناردو مسیح خود را با نگه داشتن توپی کریستالی سنگی نقاشی کرده است. همانطور که میبینید او با چهره کاملا آرام، با انگشتانی ظریف، باریک و کشیده و موهایی با پیچشی ظریف به شما نگاه میکند. دست راست را بلند کرده و گویی در حال برکت دادن آن گوی بلورین است که نماد جهان میباشد. اما ما میدانیم که برای برکت دادن باید کف دست مستقیم به سمت اشیا یا شخص باشد و دو انگشت باید چسبیده به هم و کمی هم خمیده باشند. همانطور که داوینچی بارها در نقاشی‌های خود مثل بانوی صخره و انونسیشن به تصویر کشیده است.
پس این چه معنایی میتواند داشته باشد؟ شاید به ما عدد 2 را نشان میدهد، اما ما میدانیم که داوینچی از این نقاشی تنها 1 عدد کشیده است. با دقت بیشتر میتوان فهمید که این قسمت از لبه لباس باریکتر از 3 قسمت دیگر است و این کاملا غیر طبیعی است. پس نقاشی را درست از همین نقطه به 2 نیم تقسیم می کنیم و تصویر آینه نیمه ها را به هم می چسبانیم. به گمانم نقاشی دوم را پیدا کردیم. یک شخص با قامتی خشن و تیره و دیگری معصوم و نورانی. به نظر شما این 3 نقطه سفید در داخل این گوی کریستالی چیست؟ شاید جواب را در کتاب انجیل آموس بخش 5 آیه 8 بتوان یافت. به دنبال کسی باشید که 7 ستاره و اوریون را آفرید. خب اوریون نام دیگر صورت فلکی شکارچی است و 7 ستاره که به 7 خواهر هم معروف هستند در داخل صورت فلکی سورس که ما آن را گاو می نامیم قرار دارند که دقیقاً در کنار صورت فلکی شکارچی واقع شدند. اما صورت فلکی شکارچی 2 ستاره بسیار پرنور دارد. یکی از آنها که بتلجز نام دارد دقیقاً شبیه خورشید و به رنگ زرد آتشی است. این ستاره دقیقاً در مرکز منظومه شمسی قرار گرفته است. این ستاره دقیقاً در مرکز منظومه شمسی قرار گرفته است. دیگری که رایجل نام دارد از خود نوری سفید و آبی دارد. این ستاره 7 ستاره درخشان آسمان است و اما داوینچی 3 را به ما نشان می‌دهد. به این 3 نقطه سفید که درون این حباب است دقت کنید. اگر بتلجز را بر روی این یکی قرار دهیم، 2 که رایجل است خودش قرار می‌گیرد و ستاره 3 را هم پیدا می‌کنیم. نام این ستاره سیریوس و نزدیکترین ستاره درخشان به زمین است که به راحتی در آسمان شب قابل دید است. نام دیگر این ستاره، ستاره درخشنده صبح است. حالا اگر دقت کنید ببینید که کمربند شکارچی همراسته ستاره 7 خواهر است. حالا اگر از کمربند شکارچی خطی به سیریوس بکشیم ببینیم که همراسته سیریوس هم هستند. و اگر همچنان ادامه دهیم به نقطه‌ای بر روی زمین می‌رسیم. این نقطه دقیقاً مکان طلوع خورشید در 24 دسامبر است، یعنی روز تولد یا به عبارت دیگر روزی که میترا به زمین آمد و البته روز تولد عیسی مسیح هم می‌باشد. خب حالا مسیری که خورشید طی می‌کند را نگاه کنید. آیا متوجه چیزی نشدید؟ پس اجازه دهید تا دوباره نگاه کنیم. آیا می دانید در این لحظه چه چیزی روی می دهد؟ به مدت چند دقیقه دروازه 8 باز خواهد شد و به عبارت دیگر دروازه برای خروج از این ماتریکس گشوده می شود. اما آیا می دانید دروازه 8 کجاست؟ پاسخ را در آیین باستانی میتراس می توان یافت. به این تصویر که در معبد میترا در روم است دقت کنید. ستاره های 7 خواهر و این هم 3 ستاره‌ای که در نقاشی داوینچی تشریح کردیم و این هم صورت فلکی. آیا این شیر که نگهبان دروازه 8 بود را به یاد دارید؟ خب و این هم دروازه 8، یعنی در لحظه قرار گرفتن خورشید در این مثلث دروازه 8 گشوده خواهد شد که این دروازه دقیقاً بین صورت فلکی ویرگو یعنی باکره و دیگری لیبرا یعنی تعادل یا میزان قرار دارد. اما این 2 صورت فلکی از دید من و شما خارج هستند و در اوایل پاییز قابل دید هستند. حالا می توان فهمید که داوینچی این علم خود را از کجا آورده است. به نظر شما چرا داوینچی در این نقاشی از گوی سنگی کریستالی به جای گوی کریستالی معمولی استفاده کرده است؟ شاید دلیل آن بی رب گوی سنگی میترا نباشد. آیا در این تصویر چیزی نظر شما را جلب نمی کند؟ آیا این تصویر برای شما آشنا نیست؟
بله، هرم بزرگ جیزه. اسرار اهرام جیزه و صورت فلکی شکارچی حقیقتی انکار نشده است. و مهمترین موضوع این است که صورت فلکی شکارچی دقیقاً بر بالای اهرام جیزه قرار دارد که کمربند شکارچی دقیقاً همراستای اهرام است. اما دیدیم که در امتداد کمربند شکارچی یک ستاره چهارمی هم وجود دارد. پس آیا ممکن است که هرم چهارمی هم در آنجا وجود داشته باشد؟ پاسخ در اینجاست. فردریک نوردن، کسی که به دستور پادشاه دانمارک در سال 1737 برای کاوش به مصر سفر کرد، در کتاب سفرنامه خود به چهار هرم اشاره کرده است که مکان هرم چهارم را 100 پا پایین تر از هرم سوم عنوان کرده است. او همچنین نوشته است که انتهای این هرم به شکل مربع است و مجسمه‌ای بر روی آن قرار دارد. توضیحات دقیق این کاپیتان و مستندات ستاره شناسان، باستان شناسانی چون سیپسون را در سال 1988 به این سوق داد که به جستجوی هرم چهارم در محدوده غرب هرم بزرگ خوفو به نام جبل گیبلی بگردند. نتیجه این کاوش که 17 سال طول کشید، کشف یک هرم ویران شده دقیقاً همراستای سه هرم دیگر، و همچنین یک شهر باستانی مدفون شده به قدمت 4500 سال و مقدار قابل توجهی اشیای باستانی و یک پاپیروس بسیار مهم شد. آنچه مشخص است تا قرن 18 میلادی این شهر و هرم وجود داشته است. اما چرا و چگونه از بین رفته است سوالی است که باستان شناسان برای آن بی‌پاسخند. اما این پاپیروس مهم چیست؟ گریک ماجیکال پاپیری نام این پاپیروس است که به زبان مصری باستان، قبطی قدیم، دموتیک و عمدتاً یونانی باستان نوشته شده است. این پاپیروس شامل آداب و رسوم، سرودها و فرمولهای مختلفی است. هرچند برخی این پاپیروس را جادوگری می نامند، چون این پاپیروس حاوی آموزه هایی از ارتباط با دنیای مردگان و یا جاودانه کردن انسان ها است. دو موضوع در این کتاب حائز اهمیت است. اول اینکه در جای این پاپیروس نام میترا به چشم می‌خورد. و دوم اینکه این پاپیروس حاوی بخش مجزایی به نام آیین میترا میباشد که نیایش میترا برای جاودانگی است. اعتقاد در این بوده که فراینه پس از دفن در اهرام مصر به واسطه مراسم خاصی که انجام می شده جاودانه می شده. و اکنون می بینید که تمام این اسرار آداب و رسوم در این پاپیروس نهفته است. و جالبتر خواهد بود اگر بدانید که معبد میترا در قسمت شمالی خرابه‌های ممفیس در مجاورت اولین هرم ساخته شده در مصر که قبلا توضیح دادیم قرار دارد. قابل ذکر است که این پاپیروس شامل چند بخش است که جدا از همدیگر کاملا بی‌مفهوم خواهند بود. قسمتی از این پاپیروس در سال 1828 در بازار مصر کشف شد و قسمت دیگری از آن در فرانسه.
زودیاک منطقه ای از آسمان است که به دو دسته شمالی و جنوبی تقسیم می شود. از مسیر ظاهری خورشید در سراسر کره آسمانی در طول یک سال گرفته تا مسیرهای ماه و سیارات قابل مشاهده، همه در کمربند زودیاک قرار دارند. زودیاک به 12 علامت تقسیم می شود که هر کدام 30 درجه آسمانی را اشغال می کنند. صورت‌های فلکی زودیاک شمالی عبارتند از آریس، تاروس، گمینی، کانسر، لئو و ویرگو یا همان باکره. و صورت‌های فلکی زودیاک جنوبی عبارتند از لیبرا یا همان میزان، اسکورپیو، ساگیتاریوس، کاپریکورن، اگواریوس، پایسیس که در شرق آسمان یافت می شوند. تفاوت بین 12 صورت فلکی زودیاک با دیگر صورت‌های فلکی همانطور که قبل‌تر گفتیم این است که علائم زودیاک در حال چرخش هستند که هر 72 سال یک درجه حرکت می کنند. توجه داشته باشید که صورت فلکی شکارچی که بر بالای اهرام مصر قرار دارد از علائم زودیاک نیست. حالا به معبد میترا برویم. در اینجا 12 علائم زودیاک را میبینید و در اینجا هم صورت‌های فلکی شکارچی، گاو، مار، حتی سگ که خود میترا نقش شکارچی را دارد. همانطور که میبینید بین ویرگو و لیبرا یک گوی و یا کره وجود دارد که بر بالای آن نگهبان دروازه هشتم ایستاده است. همانطور که قبل‌تر گفتیم کلیدهایی که نگهبان در دست دارد نشاندنده نقش وی به عنوان یک نگهبان مرزی است. علم امروز زودیاک را گنبد آسمان توصیف می‌کند. پس میتوان گفت که وی نگهبان آنچه داخل گنبد آسمان است و آنچه خارج از گنبد است میباشد که در واقع این مرز بین دنیای فیزیکی و دنیای ارواح است. در بالای زودیاک یک طاق دیده می شود که حاوی 6 شعله آتش است. جالب است که بدانید باستانیان بر این عقیده بودند که در بیرونی ترین منطقه کیهان قلمرویی از آتش وجود دارد و بعد از آن تنها نور است و بس. افلاطون نیز در کتاب فائدو که در واقع گفتگوهایی بین افلاطون و سقراط است این نور را نور جهان می نامد که سرچشمه همه چیز است. خب به حل معما نزدیک می‌شویم. زودیاک در حال چرخش است و هر 25920 سال یک دور می‌زند. و این یعنی هر 25920 سال یک بار علائم ویرگو و لیبرا به موازات کمربند شکارچی و اهرام مصر قرار می‌گیرند. اما هنوز یک چیزی کم است. خورشید در تاریخ 23 آگوست از زاویه 150 درجه شمالی وارد ویرگو می شود و دقیقا در تاریخ 8 سپتامبر در زاویه 180 درجه شمالی به نقطه بین ویرگو و لیبرا می رسد. همانطور که پیشتر گفتیم اکنون روز قیامت است. در ویدیوی قبل گفتیم که میترا به سمت خورشید رفت. خب او در واقع به سمت دروازه هشتم رفت. گفتیم که نگهبان دروازه هشتم در واقع نگهبان بین دنیای فیزیکی و دنیای ارواح است. حالا به فضای بین زودیاک و گنبد بالایی نگاه کنید. به نظر شما اینجا کجاست؟ بله اینجا همان عالم برزخ است که روح تا روز قیامت در اینجا میماند. میشه درباره پل صراط هم شنیده ای؟ خب این هم پل صراط. در واقع نگهبان دروازه هشتم کسی است که مسئول اجازه دادن روح برای پیوستن به ذات ابدی. و یا هول دادن روح به این زبانه های آتش است.
آنچه که تا کنون دیدید تنها قسمت کوچکی از آن راز تاریخی بود، راز جیام مقدس. آری، جام مقدس نه تنها مریم مجدلیه، بلکه حتی جامی که مسیح در شب آخر از آن نوشید هم نیست. جام مقدس کلیدی به عالم هستی است. یک دانش باستانی که توسط پسران میتراس از نسلی به نسل دیگر منتقل شد، دانشی که به دست صاحبش رسید و بر روی پاپیروسی نوشته شد و پاپیروس برگ‌ها نامید، دانشی که پس از مسیح همه به دنبال آن می‌گردند. و این بانو نزدیکترین فرد به مسیح بود. شما هم می توانید همان قدرت را داشته باشید، همانطور که خود مسیح در یوحنا 14:12 فرمود: هر کس که به من ایمان بیاورد کارهایی را که من انجام دادم انجام خواهد داد. خب اجازه دهید تا این قسمت بسیار اندک از اسرار جام مقدس را تکمیل کنیم. بله، نقاشی دیواری شام آخر بیشک پر رمز و رازترین نقاشی تاریخ بشر. پیشتر گفتیم که دنیا هر 25920 سال یک بار پایان می‌یابد. بتمن کنجکاوید که بدانی تاریخ بعدی چه وقت است. داوینچی، کسی که آن جام را به دست آورد، به ما خواهد گفت. به گفته یکی از محققان واتیکان به نام سابرینا گالیتزیا، داوینچی در این نقاشی پیشبینی کرده است که وقوع سیلی جهانی در 21 مارس 4006 به وقوع خواهد پیوست که نسل بشر را از بین خواهد برد. در واقع این راز به نگهبان دروازه هشتم گره خورده است. اما یا می دانید که نگهبان دروازه هشتم کیست؟ در تصویر عیسی مسیح و 12 یار او را می بینید. همانطور که می بینید یاران مسیح به دو دسته ششتایی تقسیم شدند که نمایانگر صورت‌های فلکی زودیاک هستند و هر دسته به دو دسته ستایی تقسیم شدند که نمایانگر چهار فصل سال هستند. از سمت چپ نگاه کنید. آریس، تاوروس، گمینی، کانسر، لئو و ویرگو یا همان باکره. و این طرف لیبرا یا همان ترازو، اسکورپیو، ساگیتاریوس، کاپریکورن، آگواریوس و پایسیس. و دقیقا در بین ویرگو و لیبرا نگهبان دروازه هشتم نشسته است. و دروازه هشتم را دقیقا در پشت سر او میبینید. اکنون یک سوال مطرح می شود: آیا مسیح همان نگهبان دروازه هشتم است؟ اجازه دهید ببینیم که خود مسیح چه می گوید. و پیامبر اسلام هم در سوره زخرف، یعنی سوره‌ای که به آخر زمان می پردازد، در آیه 61 مسیح را اینگونه معرفی می کند: لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید. But I know I'll bring you down. And I'd say words won't make a change for us. But I know